به نام اوجال خورا با عرض سلام به مجموعه خبری پنج عصر از شمشاد خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 29 سنبله سال 1401 هجری خورشیدی است. در آغاز سرخط مهمترین ها. دشوار خواندن تصمیم آزادی بشر نورزی از سوی جو بایدن. آگاهان آزاد شدن بشر را سبب تقویت روابط سیاسی امارت با آمریکا می‌خوانند. کاهش 0.5% مالی کسب‌وکاران از سوی وزارت مالیه، این نهاد بر پرداخت بصری وقت مالی از سوی دکانداران تاکید دارد. و در ادامه اعتراضات در ایران نزدیک به 90 تن کشته و زخمی شدند. خیلی خوش آمدید. من فیصل فیضان هستم. تبادله اخیر زندانیان میان امارت اسلامی و آمریکا برای برقراری روابط سیاسی و مذاکرات یک فصل جدید را به میان آورده است. آگاهان میگویند که امارت اسلامی باید از این فرصت استفاده نموده و با آمریکا گفتگوها را آغاز نماید و در کنار این باید خواسته های مطرح شده در مورد برسمیت شناختن را نیز بپذیرد. آزاد شدن بشر نورزی از زندان گوانتانامو که به حبس ابد محکوم بود در تبادله با مارک فریرکس آمریکایی یک فرصت بهتر به شمار می رود. دا د امریکا د متحده ایالاتو او د افغانستان تر مابینځ د اړیکو یو نوی باب بللی شو. بایدن رئیس جمهور امریکا آزادسازی بشر نورزی را در بدل تبادله یک فرد امریکایی یک تصمیم سخت خوانده و آن را مجبوریت عنوان کرده است. اکنون پرسش این است که براستی هم آزادی بشر نورزی در تبادله با یک زندانی امریکایی می تواند یک راه جدید را در روابط میان کابل و واشنگتن به میان آورد؟ کارشناسان می گویند آزادسازی نورزی یک فصل تازه از روابط را میان امارت اسلامی و آمریکا به وجود آورده است که باید از این فرصت استفاده صورت گیرد و به هدف گفتگو با آمریکا و جهان راه‌ها بازگشایی گردند. آنها می گویند امارت اسلامی باید به خاطر مردم از انعطاف کامل کار گیرد و با آمریکا گفتگوهای مستقیم را آغاز کند و مسئله برسمیت نشناختن افغانستان حل گردد. زوام یوازنی لاریم دغه د چی طالبان تعامل ولری زغم ولری او د خبرو د لاری د مذاکرات د لاری د امریکایانو هغه غشتنی چې هغه اسلامي او ملی او اسلامي ارزښتونه در شونلاند کیږي هغه ورسره ومني او د افغانستان د 50 میلیون انسانانو په خاطر باندې د افغانستان د در به در او غریب او بیچاره ولس په خاطر باندې چې افغانانو 50 کاله جګړه تیره کړې ده نو دلته د طالبانو د پاره زغم په کار دی. طالبان هم باید دغه فرصت چې نن طالبانو ته په لاس ورغلی دی د حاجي صاحب حاجي بشر نورزی رایله کېدل او دا تبادله دغه فرصت باید طالبان د لاسه ورنه کړي. بشر نورزی در میان طالبان از احترام زیادی برخوردار بود و توقع این است که بتواند از نفوذ خود استفاده نماید، در بازگشایی مکاتب نقش خود را تبارز دهد و بر بهبود روابط حکومت فعلی افغانستان با جهان کار نماید. هیله داده چه اجی بشر نورزی چه در طالبان و پمنسکی که در نویز خبر خمن یو قومی شخصیت دی و کوالیسی چه د نجونو د ښوونځیو په خلاصولو کې په افغانستان کې د ملي حاکمیت په رامنځته کولو کې او د اسلامي امارت د نړیوالو اړیکو د سمون لپاره ډیر ژر لاس په کار شي. بشر نورزی از جمله کسانی شمرده می شود که 20 سال قبل 60% هزینه حکومت گذشته را به تنهایی پرداخت می نمود. وان زمان که امارت اسلامی سقوط نمود، نورزی از سوی امریکایی ها بازداشت و 2.5 سالش را در زندان امریکا سپری نمود و محکمه آن کشور برایش حبس ابد حکم نمود که روز دوشنبه در تبادله با مارک فریرکس امریکایی که مدت 2 سال نزد طالبان زندانی بود آزاد گردید. تبادله آخرین زندانی آمریکایی با امارت اسلامی برای واشنگتن تصمیم ساده نبود. بایدن رئیس جمهور آمریکا آزادسازی بشر نورزی را در بدل مارک فریرکس آمریکایی یک تصمیم سخت یاد کرده است.
بایدن میگوید که این پروسه را همین گونه دوام نگه می‌دارد و برای آزادسازی اتباع آمریکایی در خارج از این کشور تلاش و تعامل خواهد کرد. بشر نورزی دوست نزدیک ملا محمد عمر بنیانگذار امارت اسلامی پس از سپری نمودن بیش از 17 سال زندان در تبادله با مارک فریدریکس انجینیر و سرباز پیشین قوای دریایی آمریکایی آزاد گردید. مارک در سال 2020 از سوی طالبان دستگیر گردیده بود و پس از نزدیک به 31 ماه گفتگو آزاد و روز قبل به طرف آمریکایی سپرده شد. پس از این تبادله جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در یک اعلامیه این تصمیم را سخت یادآوری نموده و افزوده است که برای مسئولیت اتباع خود در کشورهای بیرونی آماده این گونه تصامیم است. آزادسازی مارک برای کامیابی مذاکرات به یک راه حل و تصمیم پرچالش نیاز داشت که من آن را ساده حساب نمی کردم. هرچند این گونه تصامیم آسان نیست، اما از واجبه های ماست که در کشورهای دیگر جهان اتباع زندانی آمریکایی را آزاد سازیم. این تلاش ها تا زمان ادامه خواهد داشت که تمام آنان با اعضای خانواده های خود یک جا نشده باشند. از سوی دیگر بایدن گفته است که این کار را به تنهایی انجام نداده و پس از تلاش های دراز مدت با همکاری کشورهای همکار خارجی با آن موفق گردیدند و از آنان سپاسگزاری نموده است. آزاد شدن مارک برای حکومت متحدین دیگر واشنگتن و کارمندان ملکی ما نتیجه تلاش های چندین ساله ای ماست و من می خواهم که به خاطر تمام این همه تلاش ها از آنان تشکری نمایم. در کنار این وزیر خارجه آمریکا نیز در پیوند به این موضوع یک اعلامیه را نشر نموده و در آن گفته است که مارک در حال رفتن به خانه اش است و از همکاران خود خاصتا قطر تشکری نموده که بعد از مذاکرات سخت به این کار موفق شدند. مارک فریکس سرباز پیشین قوای دریایی ایالات متحده بعد از 2 سال زندان از افغانستان به سوی خانه خود در حال رفتن است. من از تیم وزارت خارجه ما، متخصصین جهانی امنیت ملی و همچنان از همکاران ما در قطر سپاسگزاری می نماییم. برگشت مارک برای نزدیکان خود نتیجه مذاکرات سخت با طالبان است. امارت اسلامی نیز آزادی بشر نورزی را یک دستاورد بزرگ دانسته و اطمینان می‌دهد که در هر جای از دنیا افغان‌ها باشند جویای احوال آنان خواهد شد. امیرخان متقی آزادی بشر نورزی و مارک را در نتیجه یک تبادله باز شدن یک فصل جدید روابط امارت اسلامی و آمریکا عنوان نموده و در جریان این تبادله هر دو طرف یک نشست مفید را نیز برگزار نمودند. وزارت مالیه در بخش مالیه 66% کاهش را به میان آورده است. وزیر مالیه هدف از این کار را حمایت از دکانداران و کسب‌وکاران یاد می کند و می افزاید که در نتیجه این اقدام برای مردم فرصت های کاری به وجود می آید و در قیمت اموال هم کاهش به میان خواهد آمد. در این حال مسئولین از تمام دکانداران خواستند تا مالیه خود را سر وقت به ادارات پرداخت نمایند. مالی عمومی در کشور از سوی وزارت مالی از 1.5% به 1% کاهش یافت. مسئولین میگویند که این کار را به هدف حمایت از کسب‌وکاران و دکانداران انجام دادند. وزیر مالی میگوید که در 34 ولایت کشور 10,058 تن برای اخذ مالیات به طور منظم در سراسر کشور استخدام شدند که از یک سو برای مردم زمینه کاری فراهم می شود و از سوی دیگر در قیمت اموال کاهش به وجود خواهد آمد. مالیه تثبیت د پروسی د تحقق په منظور یو زرو اته 15 کار کوونکی کوله لپاره ضرورت وو چې د استخدام پروسه په مرکز او ولایاتو کې تکمیل شوی ده. موږ د دې هدف په لاس راوړلو کې د ریاست الوزراء محترم مقام او د یاد مقام د محترم معاونینو څخه ډیر منندوی یو چه پدی اړه لازم مرسته وکړه. با گفته معاون اداری ریاست الوزراء نه تنها این که در مالیه کاهش آمده بلکه جریمه های دکان ها هم معاف گردیده است و منظوری رهبری مقام محترم امارت اسلامی افغانستان مالیه بر فروش اصناف از 1.5 کاهش یافته است به 0.5. در این حال رئیس عمومی عواید می گوید که وزارت مالیه مالیه دکانها را به هدف ایجاد سهولت ها از 100% به 66% کاهش داده است.
د مالیاتو نورم د 1.5% نه 0.5% راټیټ کړ چې دوی به فقط اوس د خپلو چې کوم دوی مخکې مالیات ورکول دغه دریمه برخه به اوس ورکوي موږ 6% مالیات ورته معاف کړل. رئیس اصناف کابل از تمام دکانداران خواست که مالیه های خود را سر وقت پرداخت نمایند. امارت اسلامی را دارم که آن عید مجاهدینی که در مرکز و ولایات دکانها دارند مدت 20 سال در صف جهاد مقدس علیه اشغالگران بودند، مالیه خیش را پرداخت ننمودند، حالا حاضرند با پرداخت مالیه بخش سهم کرایه خیش هستند، اما جرایم را از شما بزرگواران تقاضا دارند تا برایشان معاف بدارید. این در حال است که در این اواخر برخی از دکانداران به دلیل افزایش مالیه دکانهای خود را بسته کردند و شماری از آنان به بیرون از کشور مهاجر شدند. نزدیک به 78% زمین در کشور از مواد مخدر پاکسازی گردیده است. معاونت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله میگوید که کمپاین از بین بردن کامل مواد مخدر را در سراسر کشور آغاز کرده است. وزارت داخله می افزاید که سال گذشته 369 وسیله نقلیه که در زمان نظام پیشین ضبط کرده بود را به مالکین اصلی آن دوباره سپرده است. معاونت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله در گزارش یک ساله خود در رابطه با دستاوردهایش معلومات داد. مقامات این وزارت میگویند آنها مواد مخدر را در کشور به گونه کامل از بین بردند. معین وزارت یاد شده میگوید در یک سال گذشته نزدیک به 2000 فرد مشکوک را دستگیر کردند که در میانشان قاچاقبران بزرگ هم شامل هستند. گرفتار شوی شکمن کسان 2095 کسان دی. مکمل مزنونین او ها کسان چې عملا په کار باندې اخته و دی که قاچاق براندی پا دی که نور ها کسان دی چه پا دی که عملا کار کولی چه مرنی ولی دی 2095 کسان دی. همکار اضافه نمود 78% زمین راست کشت مواد مخدر پاک سازی کردند. پا طول افغانستان که اتایو اشاره سلور هکتار مزکه ده نشیطو که ده کرستخ پاریغه سویده چه پا دی که الحمدلله مون سر ولس دیر همکار دی مجلس کله داسې یو مشکل سره نوی مخسوی په افغانستان کې چې یو چا مخالفت کړی البته په بعض لرو سیمو کې چې یا خلک ناخبره و یا خبر سوی نه و یا دا حکم جدي نه و ګڼلی نو هغو ببر ته کښت کړی و هغه ته مطلق چې زموږ ملګري ورسېدلی دي خبرې ورکړی دي. مقامات وزارت یاد شده میگویند وسایطی که در جریان نظام پیشین ضبط گردیده بودند آن را دوباره به مالکینش سپردند. هغه وسایط نقلیه او اجناس چې په تیر فاسد نظام کې جبران او په غیر شرعي او غیر قانوني توګه ضبط شوي وو د معاونیت ملکي لخوا ورکول کیږي. تر دا وخته 213 وسایط نقلیه او 369 نور مختلف ډوله اجناس خپلو اصلي مالکینو ته ورکول شوي دي. همزمان با این در نتیجه عملیات انجام شده یک تن زخمی گردیده و به اندازه زیاد مواد مخدر هم به دست آمده و طلای را هم به دست آوردند که قاچاق می گردید. نزدیک به 80 باب مکتب بعد از 2 دهه در ولایت زابل بر روی دانش آموزان باز شدند. به هدف آغاز فعالیت این مکاتب به صدها تن دختر و پسر امتحان عقض کردید و برخی از آنان به گونه استاد در آن استخدام خواهند شد. باشندگان محل از پیشرفت‌های روان در بخش تعلیم در این مکان خرسندند و از همکاری در این بخش با مسئولین اطمینان می‌دهند. 2 دهه می شد که در به آن بسته بودم و به تازگی تصمیم باز شدن آن اتخاذ شده است. این افراد که مشمول دختران و پسرانند به هدف جذب در بخش تدریس در این 80 باب مکتب تازه فعال شده امتحان می دهند. مسئولین ولایتی زابل می گویند که اساتید کامیاب را در مرکز و ولسوالی های این ولایت در آن عده از مکاتب مقرر خواهند کرد که در 2 دهه پسین بسته بودند. اگه مکاتب سی غیر فعال و اگه انشالله لغوزخ اتیابا با مر داوس پیالن و کار شروعی سی فعال ایکو ده غدا پارم استازان را گوشت دی سبتنام سوی و خسوا و کسانو سبتنام کلی و وسی ده امتحان لری پیل سوی طولی ولسوالی تر پوشش لندی نیوالی سوی دی سی اگه کم زای که دیر زورت وی و ده کم زای شاگردان دیر وی کم خلگو دیر گوشتن کلی اگه زا ساهو که انشالله مکاتب پالکی.
زابل در جنوب کشور یکی از ولایت‌هایی است که در دو دهه گذشته در تمام بخش‌ها به آن کار نشده و بیشتر جوانان و بالخصوص دختران در آن از تعلیم محروم ماندند. اشتراک کنندگان امتحان خرسندند که در کنار ایجاد فرصت‌های کاری مکاتب مسدود مانده در آن دوباره فعالیت می‌کنند. نموږ دا غواړو چې له موږ سره باید همکاري وکړي او زموږ ولس ته خدمت وکړي او خدمت یې خاص او خاص په عصري او په دیني زده کړو کې باید وسي. موږ ډېر زیات خوشحاله یو خوشحاله تر څو په ټولنه کې د بیکاري مخه ونیول سي او موږ ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځو. په خپل وړتیا باندې وکولی سو امتحان ورکړو او بیا تر نورو مکاتبو پورې د خپل زده کړو ورسو، یعنی نورو مکاتبو ته درس ورکړو. این در حال است که بیش از یک سال از مسدود ماندن مکاتب دخترانه در کشور میگذرد و به دلیل آن امارت اسلامی با واکنش های تند روبرو است. بیشتر جوانان به دلیل نبود کار و اشتغال زایی راهی کشورهای دیگر میشوند که تعداد زیاد آنان به این هدف میرسند. اما زابلیان میخواهند تا برایشان فرصت های دیگر نیز مهیا شود تا در داخل کشور کار نمایند. عواید اداری مصرفیت هرات نسبت به سال گذشته از 36% افزایش یافته است. مصرفیت هرات بعد از حاکمیت امارت اسلامی نزدیک به 2,373,000,000 افغانی عواید را جمع‌آوری نموده است. به گفته مسئولین این اداره، پلان دارند که در سال 1401 2,174,000,000 افغانی عواید را جمع‌آوری نماید که تا این دم این پلان تطبیق گردیده است. اداره مستوفیت هرات گزارش یک سالش را به مقام ولایت هرات ارائه نمود و بعد از ارزیابی به مرکز فرستاده خواهد شد. به گفته مسئولین این اداره، بعد از حاکمیت امارت اسلامی حدود 2,273,000,000 عواید را جمع‌آوری نموده و در کنار این معاشات کارمندان دولتی، شهدا و معلولین را نیز پرداخت نمودند. در کل بعد از تحکیم امارت اسلامی افغانستان تا اکنون اداره مستوفیت تا تاریخ 23 سنبله سال جاری مجموعاً مبلغ 2,373,368,268 افغانی عواید مالیاتی و غیر مالیاتی را جمع‌آوری نموده است. اداره مستوفیت هرات پلان دارد که تا پایان سال روان 2,174,000,000 افغانی عواید را به دست آورند که در 6 ماه اول 1,251,000,000 عواید را جمع‌آوری نموده و طبق پلان نیز 20% به پیش رفتند. پلان عواید اداره مستوفیت در سال مالی 1401 مبلغ 2,174,000,000 افغانی تعیین گردید که تفکیک آن به صورت ماهوار از اول حمل الی 23 سنبله مبلغ 1,043,099,897 افغانی می شود. اداره محلی هرات از مردم میخواهند که مالیاتشان را در وقت و زمان مشخص شده به اداره مستوفیت پرداخت نمایند. به گفته مسئولین، تنها مالیات میتواند که کشور را از این بحران اقتصادی بیرون نماید. چشم گدایی اگر به بیگانه ها داشته باشیم، به خدا قسم اگر به 100 سال سیر بشه، اگر به 100 سال کار زیر بنایی برای ما شما بشه، اگر به 100ها سال ما از گدایی دست برداشیم، باز گدایی یک مرض بسیار بدی است، یک مرض غیر تداوی است که اگر خدای ناکرده یک ملت به گدایی آموخته شد که خزانه ها داشته باشه، بازم پلچک دم خانه خود را نمی‌سازه که فلان مؤسسه خارجی میآید. در طول ده هرات ولایت ده متدین مجاهد ولس همکاری ده زمر سره چه ده الحمدلله ده نظام او ده دولت قوانین و اصول و مقررات و تجمن ده مالیه ورکوی. باشندگان هرات خواهان یک حکومت عاری از فساد و بهتر هستند و حکومت مسئولیت دارد تا در زمینه یقظ مالیات شفافیت را به وجود آورده و خدمات بانکی را سهل سازد. مردم عزیز ما نیازمند چنین شفاف سازی است، حکومتی که مثل کف دست باشد. مردم افغانستان از فریب، از نیرنگ، از درویی، از تقلب، از اخبار جعل، از اخبار دروغ، از بازی دادن مردم خسته شده. حکومت هم تسهیلات برای مالیت دهنده ها فراهم کنه. وظیفه حکومت این هست برای اخذ مالیات تسهیلات لازمه و دسترس مردم و شهروندان خود قرار بده.
در حال حاضر معاشات 21688 تن از کارمندان دولتی، 3112 شهدا و معلولین و 1266 نظامیان قول اردو از سوی اداره مستوفیت هرات پرداخت شده است. باشندگان شهر مزار شریف از مسئولین خواهان توزیع یونیفرم به نیروهای امنیتی هستند. باشندگان مزار میگویند که برخی از افراد با استفاده از نام امارت اسلامی دست به دزدی، قتل و امثال واقعات جنایی میزنند و نظم شهر را از بین میبرند. در این حال مسئولین قماندانی امنی ولایت بلخ هم این مشکلات را میپذیرد و میگوید که در ظرف یک هفته این مشکل حل خواهد شد و تمام نیروهای امنیتی به یونیفرم نظامی خاص ملبس میشوند. باشندگان شهر مزار شریف از آزار و اذیت و به میان آمدن بی‌نظمی افراد غیر مسئول و مسلح با استفاده از نام امارت اسلامی در این شهر شکایت دارند. آنان میگویند نیروهای امنیتی یونیفرم منظم ندارند که به دلیل آن سطح قضایای اختطاف، سرقت و رویدادهای دیگر جنایی و امنیتی در شهر افزایش یافته است و باید به زودترین فرصت این سربازان با یونیفرم خاص نظامی ملبس شوند. زد حکومتی مسئولین څخه غواړم چې ژر تر ژره د امنیتي ځواکونو ته یونیفرم وویشل شي ترڅو په دې وروستیو کې د یو شمېر ګډوډیو او اختطاف او قاچاق مخه ونیول شي ترڅو موږ هغه نظامي یا غیر نظامي کس وپیژنو. شمار از باشندگان شهر از تامین امنیت در شهر احساس خرسندی نموده و میگویند نیروهای امنیتی در نقاط مختلف شهر چک پوینت ها را ایجاد نمودند و خواهان ملبس شدن نیروها هنگام تلاشی خانه به خانه هستند. قسمی که شاهد هستند در گذشته مشکلات امنیتی در نقاط مختلف شهر خیلی زیاد بود، اما پس از اینکه نیروهای امنیتی در شهر حاکم شدند و اینکه چک پوینت ها را برا انداختند و در ضمنش تلاشی های خانه به خانه، نقش بسیار کلانی را به خاطر تامین امنیت در نقاط مختلف شهر داشته و ما تقاضای ما از نیروهای امارت اسلامی است که بیشتر تلاش بکنند تا میزان جرایم جنایی را در شهر به حد اقل برسانند. باید هر بخش و هر اسپیشال فورس از خود یک لباس جداگانه داشته باشه، بخوام یک خطه خاص است، یک پلیس است، یک خدیش است، چیزا باشه. باید بخش از اینکه ما برای فرم نمیفهم که راهزن است، سرباز امارت اسلامی است، چی است؟ باید یک یونیفرم خاص داشته باشه، فهمیده شده که چی است؟ سرباز امارت میباشه. در این حال مسئولین قماندانی امنیه این ولایت این مشکلات مردم را میپذیرد و تعهد دارد که در ظرف یک یا دو هفته آینده برای تامین امنیت بهتر برای باشندگان، سربازان شهر مزار شریف با یونیفرم خاص نظامی ملبس خواهند شد. نو پامدی اساس باندې د یونیفرم درلودل د امنیتي ځواکونو لپاره یو تر ټولو مهم اصل او ضروري اړین فاکتور دی. په دې اړه موږ د بلخ ولایت خصوصا د مزار شریف ښاریانو ته پوره ډاډ ورکو چې زموږ امنیه قماندان له وزارت سره په اړیکه کې ده. انشاءالله په دغه یوه هفته یوه نیمه هفته کې به موږ په زودترین فرصت سره د بلخ ولایت ټولو امنیتي ځواکونو خصوصا پولیسو ته یونیفرم توزیع کړو. باشندگان شهر مزار شریف در حال خواهان ملبس ساختن نیروهای امنیتی در این ولایت شدند که روز گذشته در آن یک کودک 12 ساله به نام یوسف از سوی افراد ناشناس اختطاف و تا حال از آن هیچ گونه اطلاعی در دست نیست. حاصلات جلغوزه پکتیا امسال 500 متریک تن تخمین شده است. ریاست زراعت و آبیاری این ولایت میگوید که حاصلات جلغوزه نسبت به سال گذشته کم، اما قیمت آن زیاد است و امارت اسلامی در صدد بازاریابی به آن است. در این حال شماری از سرمایه‌گذاران از امارت اسلامی می‌خواهند که جلو قاچاق جلغوزه به پاکستان را بگیرند و نگذارند که با استفاده از نام پاکستان این جلغوزه از افغانستان به بازارهای خارجی صادر گردند. عبدالرؤوف سعید رئیس زراعت و مالداری میگوید که حاصلات جلغوزه امسال نسبت به سال گذشته 500 متریک تن تخمین شده است. سعید اضافه میکند که حاصلات جلغوزه نسبت به سال گذشته کم، اما قیمت آن زیاد است. سکل دی پکتیا ولایت دی جلغوزه حاصلات موږ چې کومه ارزیابي کړې ده یا کوم معلومات کړي دي تقریبا 1500 متریک تن د زنغوزو حاصلات ان شاء الله سکل موږ لرو، او د تیر کال په نسبت باندې تقریبا یو څه کمواله پکې راغلی ده. سعید می افزاید امارت اسلامی به طور کلی برای جلغوزه در صدد پیدا نمودن بازار است و در آینده نزدیک به کشور ایتالیا 18000 کیلوگرم جلغوزه صادر خواهد گردید. 13000 کیلو
ساب و زنغوزی ایتالیا هیوات سکل انتقالی گی او راتون که که انشالله دی نور هیوات دوسرم پلوار سطح بندی دی وزارت حریجر لارنا دی وزارت تجارت لارنا خبر روانه دا انشالله دی چین هیوات ایتالیا و ترکیه ممکن دو هیوات انتقال دی زنغوزی ویسی. نگرانی وجود دارد که امسال نیز بخش زیاد از حاصلات جلغوزه با پاکستان قاچاق گردد و آن کشور این حاصلات را به نام خود صادر نماید. شماره سرمایه گذاران از امارت اسلامی می خواهند تا جلو قاچاق جلغوزه را به کشورهای همسایه بگیرد. از حکومت ما، از جامعه جهانی، از تمام کشورهایی که دخیل موضوع صادرات جلغوزه هستند تقاضا می کنیم به خاطر کمک به مردم افغانستان، به خاطر ایجاد شغل به مردم افغانستان، به خاطر اینکه بتوانیم مردم افغانستان حداقل با غربت و فقر بیچارگی که قرار دارن کمک کنیم، صادرات غیر قانونی را بند کنیم. در این حال جلغوزه‌داران نیز حاصلات امسال جلغوزه را نسبت به سالهای گذشته کم عنوان نموده می گویند که دلیل آن بارندگی های طولانی اخیر می باشد. خبرهای ما در همینجا به پایان می رسد. با سپاس از توجهتان، وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.